سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه امروز ما هستید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشین. بحث و بررسی برنامه 360 درجه امروزمون رو اختصاص دادیم به موج هراس و وحشتی که با اعلام اخیر آمانو رژیم رو فرا گرفته. آمانو گفته که بازرسان آژانس برای دسترسی به سایت‌های نظامی رژیم در هر زمانی که لازم ببینند طبق برجام اجازه دارند. رسانه‌ها و مهره‌های باند روحانی و شرکا در مورد وضع آمانو، این موضعی که آمانو گرفته، تلاش کردند اون رو ساده سازی بکنن یا اون رو بی اهمیت جلوه بدن. در طرف باند ولی فقیه، گرچه مهره‌ها و رسانه‌های این باند در مورد اظهارات آمانو ساکت هستند و ترجیح میدن به دعوای لفظی با نیکی هیلی ادامه بدن، اما رسانه‌هاشون پر هست از ابراز نگرانی در مورد چشم‌انداز برجام و سرنوشت رژیم. ابتدا گزارشی رو در این مورد ببینیم. تلویزیون رژیم 11 شهریور درباره برجام هم که گزارش هشتم آژانس با وجود تلاش‌های آمریکا درست برخلاف ادعای آمریکاست. ایران پایبند بوده است. آمانو زنگ خطر را به صدا درآورد. پیروزی فردی با مختصات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اما شاید اولین زنگ خطری بود که برجامیان آن را جدی گرفتند. اظهارات تازه یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اما زنگ خطر را این بار نه فقط برای برجامیان که برای کل کشور به صدا درآورده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با آسوشیتد پرس گفته طبق برجام آژانس در صورت وجود اطلاعات معتبر و نگرانی از فعالیت اعلام نشده میتواند به هر سایتی چه نظامی و چه غیر نظامی در کشورمان دسترسی داشته باشد. هدف کلید زدن برجام 2 و 3 است. هدف گرفتن سایر مؤلفه های قدرت من است. هدف در یک کلام امنیتی است. ارگان باند مؤتلفه رسالت 11 اردیبهشت. فرانسه از احتمال رایزنی با اعضای 5+1 برای مذاکره درباره یک توافق مکمل برجام که برنامه موشکی ایران را هم شامل می شود خبر داده است. طرح مقامات فرانسوی در خصوص تکمیل مذاکرات هسته‌ای مترادف با مذاکرات دوباره بر سر برجام است. این همان هدفی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دنبال آن بوده. سوال اصلی اینجاست که در نهایت تکلیف توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 5+1 چه خواهد شد؟ جوان وابسته به سپاه پاسداران 11 شهریور. حفره‌های حقوقی موجود در متن برجام و قطعنامه 2231 فرصت چهارگانه ای را در اختیار آمریکایی ها قرار داده است. 1. استانداردسازی همیشگی رفتار ایران در عرصه بین المللی، برجامیزاسیون کردن رفتار ایران. 2. نشاندن ایران به میز مذاکرات غیر هسته‌ای. 3. بازنگاری برجام. 4. معرفی ایران به عنوان ناقض برجام و احیای 6 قطعنامه گذشته و اجرای دوباره تحریم های گذشته. همه آنچه به عنوان دستاورد مذاکرات هسته‌ای توسط دولت به جامعه ایرانی معرفی می‌شد، به ضد خود تبدیل شده. از جمله دستاوردهای برجام که قبل و بعد از توافق هسته‌ای توسط دولت عنوان می‌شد. بسته شدن همیشگی پرونده PMD، بهبود روابط ایران با کشورها و خاتمه پروژه ایران هراسی، لغو و دست کم تعلیق کامل تحریم‌ها، عادی‌سازی صادرات نفت، برداشته شدن سایه جنگ، احراز حقوق هسته‌ای ایران از جمله حق غنی‌سازی و بازگشت پذیری اقدامات به نفع ایران. هرچه از روز اجرای برجام فاصله می‌گیریم، دستاوردهای وعده داده شده یکی پس از دیگری به ضد خود تبدیل می‌شوند. مهدی محمدی، مهره باند جلیلی در مذاکرات هسته‌ای 11 شهریور. روند سیاست‌گذاری درباره ایران در آمریکا در حال شکل گرفتن است. اینکه این سیاست در نهایت چه خواهد بود مشخصاً وابسته به 3 عامل است. اول، روندهای سیاست داخلی آمریکا که به عقیده من از هر عامل دیگری مهمتر است. دوم، تحلیلی که ترامپ و تیم او از واکنش‌ها، نیات و توانایی‌های ایران پیدا می‌کنند. و سوم،
روندهای بین المللی و رفتارهای سایر بازیگران که البته در سومین مرتبه اهمیت است. با این حال باید صبر کرد. روز 17 اکتبر یعنی وقتی ترامپ دوباره باید بر سر تداوم تعلیق تحریم‌های برجامی تصمیم بگیرد. این روزها هم در منابع قبلی و هم در داخل ایران میگویند آمریکا در صدد خروج از برجام است. این جمله حاوی کم دقتی مهمی است. حتی اگر فرض کنیم که این باشد، باز هم آنچه آمریکا تعقیب می‌کند این است که خود با احیای تحریم‌ها، از جمله تحریم‌هایی که در برجام روی کاغذ تعلیق شده، از برجام خارج شود، اما ایران را در برجام نگه دارد. این مطلب فوق‌العاده مهمی است. برخی از آنها که در داخل ایران صبح تا شام از اراده دولت ترامپ برای خروج از برجام ابراز نگرانی می‌کنند، عمدن این نیمه مسئله را مسکوت می‌گذارند. و همطور که در گزارش هم دیدیم، دوباره سر و صدا و ولوله در رژیم بر سر برجام بالا گرفته. هفته گذشته این ولوله بر سر سفر نیکی هیلی به وین و دیدارش با مدیر کل آژانس بود و الان بر سر جواب آمانو. ما در گفتگوی امروزمون با علیرضا معدنچی به همین موضوع میخواییم بپردازیم. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از حضور. منم متشکرم از فرصتی که من دادید. سلام میکنم به شما و به هموطنان و بینندگان گرامی. بله. اول می‌خواستم ازتون بپرسم این ولوله‌ای که هر بار بر سر برجام در رژیم شکل میگیره به وجود میاد ناشی از چی هست؟ خب اگر نظرتون راجع به این مرحله مشخص هست الان باید گفتش که این یک مسیر سه مرحله‌ایه یا یک مسیری که سه تا ایستگاه داره. همونطور که خودتونم الان اشاره کردید، دو ایستگاه رو در واقع پشت سر گذاشتیم. یکی سفر هفته گذشته نیکی هیلی به وین و مذاکراتش با مدیر کل آژانس و مقام‌های آژانس بود. مرحله دوم همین چیزی بود که دیروز آمانو گفت و اعلام کرد که هیچ یک از مراکز رژیم عمل نظامی یا غیر نظامی مستثنا از بازرسی ها نیستند و این در متن برجام هست. و مرحله سوم که مرحله تعیین کننده و مرحله حیاتیه و در واقع علت وحشت رژیم از اون مرحله است، چیزی است که بر مبنای گزارش آژانس یک ماه و نیم دیگه، یعنی در 17 اکتبر وزارت خارجه بایستی گزارش خودش رو بده در مورد پایبندی رژیم به برجام، که این بار پایبندی رژیم به برجام چیز مشخصی داره که آیا رژیم به مراکز نظامی خودش اجازه بازرسی میده یا اونطوری که مثلا قبلا وانمود میکرد و ادعا سرصدا میکرد نه اجازه نمیده. و خلاصه این وحشت بیشتر ناشی از نتیجه این حرفی است که دیروز آمانو زده که در 17 اکتبر روشن خواهد شد. رژیم خب سعی میکنه اینجوری وانمود بکنه که گویا دو تفسیر از برجام بوده. یکی تفسیری که رژیم میکنه که مراکز نظامی به اصطلاح مشمول این بازرسی های آژانس نمیشن و یکی هم تفسیر آمریکا که میشن. و الان اینا حرفش اینه که مثلا روزنامه جوان نوشته بود که الان مثلا آژانس طرف تفسیر آمریکا رو گرفت، در حالی که خب این یک حرف خیلی سستیه و خود آمانو هم گفته بود که این اصلا در متن برجامه. جالبه که خود اینا هم که میگن که تفسیر آمریکا، هیچ وقت نمیگن که تفسیر آمریکا خلاف واقعه یا نمیدونم تحریف برجام، اینا میگن تحریف موسعه آمریکا، تحریف توسعه یافته آمریکا از برجام. با این عبارت ازش یاد میکنن. جالبه که یکی از همین روزنامه های باند روحانی اگر از اشتباه نکنم روزنامه شرق نوشته بود که بعضی اظهار نظرهای نچندان حرفه‌ای در ایران دبیر کل آژانس رو ناچار کرد که بر حق اصولی آژانس مبنی بر دسترسی به مکانهای مربوطه در صورت وجود تردیدهای درباره فعالیت‌های هسته‌ای تأکید کند. خنده داره که میگه که شما باعث شدین که آژانس به صرافت بیفته و بگه که نه خیر، ما باید از مراکز چیزم بازرسی بکنیم. انگار که اگر اینا حرفی نمی‌زدند آژانس هم متوجه این قضیه نمی‌شد. خب این یعنی بحث اینجوریه و وانمود می‌کنن که گویا
دو تفسیر بوده و الان در تفسیر در نبرد تفسیرها آمریکا پیروز شده. بله البته خب مشخصه که دو تا تفسیر نیست، چون تو متن برجام هم بوده و همون موقع هم که هم حتی زمان اوباما و کری هم گفتن که بازرسی‌های سخت در پیش هست. حرف اونا حتی بود، اوباما و کری. بنابراین سوال اینه که الان نسبت به چه موضوعی رژیم صداش در اومده وقتی بوده تو متن؟ خب ببینید، وقتی که اوباما بود و به سر سیاست مماشات حاکم بود، اگرچه همون موقع هم بر اساس متن برجام و اونچه که گفته میشد بازرسی ها از مراکز نظامی به سر پیش بینی شده بود، اما خب اوباما از اونجایی که مسئلهش امضای برجام بود خیلی به این پیله نمی کرد که حالا مثلا سر این بخواد وایسه و اصرار بکنه و اینا، اصرار نداشت روی این و حتی حاضر بود که یک جاهایی هم چشم رو هم بگذاره. بیشتر به نظر می‌رسید که منطقش و استدلالش اینه که وقتی که موقع شد اون وقت راجع بهش مثلا بحث میکنیم، صحبت میکنیم و اینا، به قول معروف چو فردا شود فکر فردا کنیم. اما الان مسئله اینه که در آمریکا سیاست عوض شده و اگر قبلا سیاست آمریکا در زمان اوباما بر چشم پوشی از موارد تخلف رژیم بود یا اینکه به هر حال از کنار این چیزا میگذشتن و اینا، الان سیاستی در آمریکا روی کار اومده که از قضا در پی به دست آوردن مدرک و نشانه های نقض برجام از طرف رژیمه و اینه که کار رو سخت کرده. خب از طرف دیگه باند ولی فقیه چیزشون نگرانیشون اونه که کیهان نوشته بود که الان دیگه هسته‌ای هدف نیستش، هدف کلید زدن برجام 2-3. منظور از برجام 2-3 هم موشکی و سیاست منطقه‌ای ماست و هدف گرفتن سایر مؤلفه های قدرت. هدف در یک کلام امنیتی است و تبدیل کردن ایران به چیزی شبیه لیبی در دوران قذافی. یعنی که تمام هسته‌ایشو یه ذره تعویل بده، هم هسته‌ایشو بگیرن و هم به قول کیهان سایر مؤلفه های قدرتش که عبارت از موشکی و اینا رو ازش بگیرن. درسته. حالا سوال دیگه این هستش که این واکنشی که رژیم نشون میده، صداش در اومده و به اصطلاح مخالفتی که میکنه با این موضوع بر سر متن برجام، آیا واقعا میتونه ثابت کنه که چنین چیزی نبوده؟ نه خیر، آخه این که حرف خیلی سستیه و اینایی که سعی میکنن که یک راه کاری پیدا بکنن بیشتر در باند ولی فقیه هستن. مثلا روزنامه جوان تیتر زده بود که خواسته بود این رو اثبات بکنه که چنین چیزی در متن برجام نیست و گفته بود که بگردیم دنبال حفره‌های حقوقی که در متن برجام و قطعنامه 2231 هستش و اینها هستش که یک فرصت چهارگانه‌ای رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده، که این فرصت چهارگانه از نظر روزنامه برجام اینه، بخشی روزنامه جوان اینه که یکی استانداردسازی همیشگی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی یا به قول خودشون برجامیزاسیون، و دوم نشوندن ایران پشت میز مذاکرات غیر هسته‌ای یعنی در ادامه برجام، و سوم بازنگاری برجام که دوباره برجام رو بر اساس اون چیزی که مورد نظر آمریکا هست دولت جدید آمریکا بنویسن، و بعد معرفی ایران به عنوان ناقض برجام. خب البته در این زمینه یک این قضیه گره خورده و قاطی شده با واکنش‌های با جنگ باندی رژیم. مثلا کیهان نوشته بود که این که در متن برجام چه بندهایی گنجانده شده که مدیر کل آژانس و نه آمریکا و کشورهای پنج علاوه یک تصریح میکنه که هرگاه احساس نیاز بکنند از مراکز نظامی و غیر نظامی هر جا که لازم باشه بازدید میکنن، این سوالی که دولت باید به اون جواب بده. یعنی اینجوری این رو این مسئله پیوند خورد با این دولت. باند روحانی هم که اساسا به اصطلاح راه حلی که ارائه میکنن، همچنان که روحانی خودش حالا چند بار گفته ادامه برجام، و خودش هم گفته بود که به ما اجازه بدید که بریم مذاکره بکنیم، تحریم ها رو از این طریق حل میکنیم و اهلا و سهلا. بله، حالا چه راه حلی در این واکنش ها که میکنن ارائه میدن؟ خب در یک کلام که هیچ مثلا راه حلی وجود نداره. همونطور که عرض کردم راه حل باند روحانی ادامه برجامه، در حالی که اصلا خود برجام یک چیز شکست خورده است و معلوم نیستش که
ادامه برجام اون باند هم میگه چیزی به غیر از گرفتن سایر مؤلفه های قدرت از رژیم نیست. خواهش بود. اون باند دیگه هم همونطور که عرض کردم میگه که راه کارهای پوشش حقوقی حفره های برجام، چیزایی که اونم مثلا حرف درست حسابی نمیزنن. یکی از اینا مثلا روزنامه، اگر اشتباه نکنم روزنامه جوان بود که گفته بود که نقش اروپایی ها در این زمینه نقش تعیین کننده ایه و باید از اونها بخوایم که موضع رسمی و کتبی خودشون رو درباره برجام و تفسیر موثق از آن اعلام بکنن. جالبه که همین که این مثلا پیشنهاد رو کرده و سایر پیشنهادات جا به جا مثلا متناقض با این پیشنهاد حرف زده و مثلا میگه که خب معلومه که اروپا که آمریکا رو رها نمی‌کنه که دامن ما رو بگیره، طرف ما رو بگیره. بنابراین در یک کلام خیر، هیچ راه حل اینها ندارن. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتی که برامون دادید. خواهش می‌کنم.